چند هفته پیش دختری نوجوان در یکی از مناطق شمال تهران اقدام به خودکشی کرد، اما با رساندن به موقع او به بیمارستان این دختر نوجوان از مرگ نجات پیدا کرد. یک منبع آگاه در مورد جزئیات میگوید که این دختر که با قرص برنج اقدام به خودکشی کرده بود توسط آمبولانس به یکی از بیمارستان‌های تهران منتقل شد. البته قرصی که این نوجوان مصرف کرد از نوع تقلبی بود و همین موضوع نیز باعث نجات جان او شد، چون قرص برنج بلافاصله پس از مصرف منجر به مرگ می شود. او در ادامه درباره علت اقدام به خودکشی می گوید وقتی پزشکان علت خودکشی این دختر نوجوان را از او جویا شدند، این دختر پاسخ داد که از سن 10 سالگی توسط پدرش مورد آزار و اذیت واقع شده و حالا به همین دلیل اقدام به خودکشی کرده است. اما هنگامی که پزشکان با پدر این نوجوان صحبت کردند، پدر جواب قانع کننده‌ای در مورد آزار و اذیت‌هایش به پزشکان ارائه نداد. این منبع آگاه در مورد افرادی که خودکشی‌های ناموفق دارند و به بیمارستان منتقل می‌شوند این گونه می‌گوید: وقتی شخصی اقدام به خودکشی می‌کند و او را به بیمارستان منتقل می‌کنند، پس از روند درمان تحت نظر مددکار بیمارستان قرار می‌گیرد. اگر شخص به مددکار یا ماموران پلیس بگوید اتفاقی برایش رخ داده و دلایلی مثل آزار و اذیت جنسی و این قبیل باعث شده که او دست به خودکشی بزند، همانجا می‌تواند از فرد مورد نظر شکایت کند که اقدامات لازم صورت بگیرد. این خانواده از وضعیت مالی خوبی برخوردار بودند و در یکی از مناطق شمال تهران ساکن هستند. پدر خانواده نیز اعتیادی نداشته. یکی از ضابطان قضایی در واکنش به این سوال که چرا مددکار یا ماموران بیمارستان موضوع را به پلیس اطلاع ندادند میگوید اگر این دختر در بیمارستان طرح شکایتی مطرح کند، ماموران پلیس اقدامات لازم را انجام میدهند. در چنین مواقعی ابتدا باید حتما شکایتی ثبت شود. در این خصوص خود شاکی اگر بالغ باشد میتواند طرح شکایت مطرح کند، وگرنه ولی یا قیم او میتواند طرح شکایت را مطرح سازد. بنابراین باید حتما شکایتی صورت بگیرد، یعنی کسی که از وقوع جرمی محتمل ضرر و یا زیانی دیده است. معمولا ابتدا در دادسرا و کلانتری ها طرح شکایت صورت میگیرد و بعد تحقیقات لازم آغاز می‌گردد. پس از طرح شکایت مسئله اثبات جرم به میان می‌آید، یعنی شخصی که مدعی است به حقوق او تعرض شده باید برای اثبات ادعای خود دلیلی قانع کننده ارائه کند، چون اصل براءت مانع از این است که صرف طرح شکایت افراد مورد محاکمه قرار بگیرند. آزار و اذیت جنسی معمولاً می‌تواند با یک کلمه زشت یا حتی الفاظ رکیک و توهین یا پیشنهادهای بی‌شرمانه شروع شود و با اعمالی از قبیل لمس و کارهایی از این گونه که با زور و با عنف صورت می‌گیرد ختم شود. شخصی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرد، شخصیتش تحقیر و موجب آشفتگی روح و روانش می‌شود. به طور خلاصه آزار جنسی می‌تواند از آزارهای خیابانی مثل متلک پرانی، الفاظ رکیک یا لمس بدن شخص که باعث آزار و اذیت روحی او شود ادامه پیدا کند. 11 آذر ماه سال جاری رسانه ها از اعدام مردی که به دختر خردسالش از 12 تا 14 سالگی آزار و اذیت رسانده بود خبر دادند. تابستان سال 1400 مرد 58 ساله‌ای با مراجعه به پلیس آگاهی علیه برادرش ثبت شکایت کرد. وقتی دختر نوجوان فیلم چند ثانیه‌ای را که از پدرش گرفته بود به پلیس تحویل داد، با دستور قضایی برای معاینه به پزشکی قانونی فرستاده شد و کارشناسان این موضوع را تایید کردند. با تکمیل تحقیقات متهم بازداشت شد و وقتی خود را با مستندات روبرو دید، لب به اعتراف گشود.